توی محل کارتون دوربین مداربسته دارید و میخواید با گوشی موبایلتون از هر جای دنیا که هستید بتونید به دوربین وصل بشید و تصویر رو ببینید. برای این کار لازمه که شما یه IP ثابت داشته باشی تا بتونی از بیرون به اون IP وصل بشی و داخل رو بتونی ببینی. ولی وقتی میری از اینترنتت میخوای IP ثابت بگیری از اینترنت پرووایدرت، بهت میگن که IP ثابت نمیدیم بهتون، نداریم یا روی این سرویسمون نیست یا انقدر هزینه شه یا اینکه اصلا بهتون اختصاص نمیدیم. چه راهکار دیگه ای واسهتون وجود داره؟ یکی از راهکارهایی که وجود داره استفاده از سرویسی هست به اسم داینامیک DNS. امروز قراره داینامیک DNS رو بهتون معرفی کنم، با هم دیگه کانفیگش کنیم، با من همراه باشید. سلام، ارادت. همونجوری که گفتم امروز قراره داینامیک DNS رو بهتون معرفی کنم. حتما پیشنهاد میکنم این ویدیو رو اول ببینید. من توی این ویدیو همه سناریوهای ممکن رو گفتم. ما سه حالت کلی داریم. یا شما IP ثابت دارید پس پورت فورواردینگ و DMZ و پورت تریگرینگ به کارتون میاد، یا IP ثابت ندارید داینامیک DNSی که تو این ویدیو به اضافه پورت فورواردینگ و اینا رو باید بلد باشید که تو ویدیو قبلی و توی اون ویدیو توضیح دادم، یا اینکه باید بریم سراغ سناریوهای سوم که حالا به اونا هم میرسیم. امروز قراره داینامیک DNS رو با هم دیگه کار بکنیم و معرفیش بکنم بهتون. سرویس داینامیک DNS چیه؟ من قرار بود یه IP ثابت داشته باشم، از بیرون به اون IP وصل بشم بتونم داخل رو ببینم. حالا اون IP رو به من نمیدم، میگم باشه، یه سری وبسایت وجود دارن مثل NoIP، مثل DIN DNS، مثل TP-Link یا هر چیز دیگری که حاضرن بگن آقا شما بیا روی IP داخلی مودمتو سیوش میکنم، یه اسم بهت اختصاص میدم، از این به بعد هر وقت به اون اسم وصل چی من میدونم IP مودمت چنده، چون مودمت هی میاد خودشو برای من رجیستر میکنه، هر وقت هم IP شبز شد میاد روی این سایت رجیستر میکنه، من میدونم دقیقا کجاست، من میفرستمش بیاد داخل اینجا، همینقدر ساده. پس اگر شما سرویس داینامیک DNS رو اندازی بکنید، به جای اینکه یه IP داشته باشید از بیرون بهش وصلید، یه اسم دارید که این اسمه از طریق مودمتون روش کانفیگ شده. حالا دو تا چالش می‌خوریم. یکی اینکه مودم شما باید استفاده از اون سرویس رو ساپورت بکنه. توی مودم‌های قسمتی وجود داره به اسم داینامیک DNS که الان بهتون نشون میدم. باید بریم داخل داینامیک DNS ببینیم چه وبسایت‌هایی رو اونجا قبول کرده. اغلبشون NoIP رو قبول دارن و DIN DNS رو قبول دارن و سرویس‌های دیگه رو قبول ندارن اغلب. و خب اون دوتا هم سرویس‌هاشون پولیه. شما باید برای مثلا DIN DNS سالی 55 دلار، دو سالش 99 دلار هزینه بکنی. دو سال 100 دلار باید هزینه بکنی، درسته؟ خب پس شاید بخوای این رو استفاده کنی، شاید بگی نه برم اینجا IP بخوام بخرم ارزونتر در بیاد. اگه IP ارزونتر در میاد برو سراغ اون، اگه نه برو سراغ اینجور سرویس ها و از این استفاده کن. توی این حالت ما داریم کانفیگ رو روی مودممون انجام میدیم. دقت کنید، داینامیک DNS که روی مودم هست. ویدیوهای بعدی من میرم داینامیک DNS رو به روشی بهتون میگم که دیگه به مودمتون احتیاج نداشته باشید، ولی فعلا رو مودمه. مزیت رو مودم اینه که همه سرویس هایی که پشت این مودم هست رو هم شامل میشه و خب خیلی بهتره. این سناریو معقول تریه که باید بریم سراغش، ولی خب هزینه‌اش زیاده. 100 دلار برای دو سال، الان با نرخ الان بخوایم حساب بکنیم دلار 40 خورده‌ای، نزدیک 4 خورده‌ای باید هزینه بکنید بابت اینکه دو سال بتونید استفاده بکنید، سالی 2 میلیون خورده‌ای. یه راهکار راحت‌تر هم وجود داره، تبلیغ نیست این ویدیو، من از TP-Link پول نگرفتم، فقط میخوام معرفی بکنم. اگر مودم TP-Link خریداری کنید، دقت کنید اکسس پوینت‌هاش نه، مودم‌هاش، روی مودم‌هاش یه سرویس دو ساله رایگان بهتون میده، یعنی دو سال داینامیک DNS رو رایگان میتونید استفاده بکنید، که الان من میخوام این رو بهتون نشون بدم. من یه مودم TP-Link سر توی یکی از پروژه ها دارم که الان میخوام این با هم دیگه نشونتون بدم کانفیگش بکنیم، ولی متاسفانه من نمیتونم دیگه فعال کردن رو انجام بدم چون نمیخوام اعتبارش تموم بشه، فقط اکانت میسازم بهتون میگم از کجا این کارو میتونیم انجام بدیم، بریم تو کامپیوتر براتون انجامش بدم. حالا بریم با هم دیگه داینامیک DNS رو تعریف کنیم. یه مودم WTD9960 TP-Link. اگه همونجوری که می‌بینید من وارد ادوانسد شدم توی قسمت نتورک و داینامیک DNS اینجا وجود داره. سه تا گزینه در اختیارم میذاره: TP-Link که میگه برو ثبت نام کن، DIN DNS و NoIP که رو هر کدوم اینو بزنید، گو تو رجیستر رو بزنید، میخواد بره رجیستر رو انجام بده. نگاه کنید توی داینامیک DNS یه 7 روز ترایال بهتون میده که همه کارو میتونید باش بکنید، بقیه‌اش هم باید یه اکانت جدید بسازید و از اون اکانت جدید استفاده بکنید که حالا یه سری امکانات بهتون میده. اینا رو من تو دوره مودم در موردش صحبت کردم. سایت NoIP هم این یکیه
نو آی پی هم نگاه کنید، فری داینامیک دی ان اسش رو طرح رایگانش یه دونه هاست نیم بهتون میده که این قابلیت ها رو بهتون میده. هر 30 روز یه بار هم باید برید تمدیدش بکنید و اگه بخوای هاست نیم داشته باشی دیگه تمدید نخوای و اکسپایر نشه و اینا، 1.99 یا 2 دلار در ماه میشه حدودا ماهی 100,000 تومان بگیر تقریبا با عدد دلار هر روز رو به بالاست. ماهی 100,000 تومان یعنی با 1,200,000 میتونید خیلی راحت این رو داشته باشید و استفاده کنید. البته که این قضیه هم مشکلتون رو حل میکنه، ولی اگر مودم تیپی لینک دارید پیشنهاد میکنم از همین تیپی لینکش استفاده بکنید. به صورت رایگان 1 یا 2 سال این کارو میتونید انجام بدید. حالا بریم با هم دیگه کانفیگش کنیم. از روی خود مودم این مراحل رو میریم جلو. اینجا ببینید گفته اگه میخواهی تایید کنی بیا اینجا لاگین رو بزن و اکانت رو بساز. لاگین رو میزنم، میخواد بره یک تیپی لینک کلاود اکانت یا کلاود آیدی برای من بسازه. میگه یه ایمیل وارد کن، ایمیل تیپی لینک تو وارد کن که من ندارم اینجا. پس اول رجیستر ناو رو میزنم. خب ایمیلتون رو باید وارد کنید. خب من ایمیلمو زدم، یه یوزر پسوردم باید تعریف بکنم، تعریف کردم، قوانین رو قبول میکنم و میگم میخوام رجیستر کنم. میگه که یه ایمیل به ایمیلت فرستادم، برو از اونجا تایید بکن. من چون از رو کامپیوتر خودم میخوام اینو اجرا بکنم، رو صفحه کامپیوتر خودم میرم ایمیلمو ریفرش کنم ببینم ایمیل اومده یا نه. بله ایمیل اومده. ببینید ایمیل اومده، میگم که میخوام رجیستریشن رو کامل کنی و اکانت من میگه که تایید شد و اکتیو شد. حالا برمیگردم اینجا لاگین رو میزنم، میگه که حالا ایمیلتو بده و پسورد رو بزن. یوزر پسورد وارد میکنم و لاگین رو میزنم. اینجا اگه موسمون رو نگه میداشتیم امکاناتی که با این اکانت بهمون میداد رو میگفتش. یکیش این بودش که میتونستید داینامیک DNS استفاده کنی، یکی این که هر چقدر از این مودم ها داشته باشی اینجا قابل کانفیگ و قابل اجرا یک جا هستش. یعنی چند تا دیگه اگه مودم تیپی لینک هم داشته باشم از همینجا میتونم یک جا مدیریتشون بکنم. خب نگاه کنید توی قسمت بیسیک برای من یه سری اطلاعات خودم رو آورده که آقا کی اکانتم رو ساختم، چه جوریه و اینجور چیزا، میتونم بایند و آن بایند انجام بدم. ما به اینا کار نداریم، دوباره میریم توی قسمت ادوانس و توی قسمت اینترنت. خب حالا ببینید چون این بار لاگین کردم و ایمیل وجود داره، میگه که حالا بیا دیوایست رو تعریف کن. یعنی دین دی ان اس برای من دیگه کار میکنه. من اینجا رجیستر رو میزنم، میگم که چه اسمی میخوام باشه. هر اسمی دوست داشتید میتونید اینجا انتخاب بکنید. یک دومین نیم رو انتخاب میکنید، مثلا اسمش رو اسم شرکتتون میتونید بذارید. مثلا من میتونم بذارم چهارراه کامپیوتر .tplinkdns.com. این رو میزنم و این اسم برای من سیو میشه. از این به بعد این مودم هر چند دقیقه یک بار میره خودش رو آی پیش رو روی این اسمی که اینجا وارد میکنم ست میکنه و کانفیگش میکنه. من راستش چون نمیخوام یکی دو سال شروع بشه فعلا، به خاطر اینکه بعدم شاید نیاز بهش داشته باشیم و بخوایم استفاده بکنیم، نمیام اینجا اینو وارد کنم. نمیدونم تا الانم خرابکاری کردم یا نه، ولی دیگه نمیام اینجا دومین نیمی رو برای خودم در نظر بگیرم. فکر نمیکنم مشکلی وجود داشته باشه چون هنوز اینو تایید نکردم. من فقط یه اکانت ساختم و اکانتمو فعال کردم. فقط خواستم روش رو بهتون بگم بدونید که چه جوریه و در جریانش باشید. پس اینجوری من میتونم برم تنظیم بکنم و از این به بعد آی پی من انگار که همین آدرسی است که اینجا وارد میکنم. هر وقت این آدرس رو وارد کردید تمام راوترهای بین راه بلدن که شما رو به سمت این مودم راوتر هدایت بکنن. حالا میرم توی دوباره قسمت نت فورواردینگ و اینجا اگه خواستم چیزی رو تعریف میکنم، همینا رو که خواستم اینجا تعریف میکنم. فقط این بار دیگه نمیام به آی پی که ندارمش اشاره بکنم، میام به این اسمی که ثبتش کردم اشاره میکنم با این پورتا و میتونم بیام بهش بسچم و ازش استفاده کنم. اینم از کانفیگ دین دی ان اس یا داینامیک دی ان اس که گفتم تو این ویدیو بهتون توضیحش بدم. خب اینم از این، دیدید که چقدر راحت میشه این کارو انجام داد. با تاکید میکنم اگر میخواید برید سراغ روش‌های دیگه باید مودمتون ساپورت کنه. همینجور که دیدید مودم تیپی لینک الان فقط همین 3 تا سرویس رو ساپورت میکنه. شاید شما مودمتون دی لینک باشه چند تا سرویس دیگر رو ساپورت کنه، لینکسیس باشه چند تا دیگر رو ساپورت کنه، باید از یکی از اونها استفاده کنید. همه این وبسایت ها هم کار کردن باشون همینقدر ساده است، هیچ کاری نره. فقط کافیه که برید اونجا ثبت نام کنید، یه یوزر پسورد بتونید، یوزر پسورد اینجا میزنید به خودش وصل میشه و همه چی اوکی میشه، دیگه هیچ مشکلی وجود نداره. تازه میتونید اسم دلخواه هم بسازید، مثل همینجا که من گفتم میتونم اسم دلخواه بسازم. این کل کاریه که باید انجام بدید. من نمیتونستم پیاده کنم بتونشون بدم چون جایی بود،
ولی اگه بعدم مودم دیگه دستم بیاد این کار رو انجام میدم. اگر از این اطلاعات بیشتر دوست دارید داشته باشید و بتونید استفاده کنید، توی دوره مودم من تمام این حالتها رو گفتم، عملی نشون دادم، میتونید اون دوره رو تهیه کنید و اونجا اطلاعات بیشتری رو کسب کنید. یه سری چیزای خیلی خفنی که هیچ جای دیگه هم پیدا نمی‌کنید تو اون دوره میتونید ببینیدش. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید و به درتون خورده باشه. توی ویدیوهای بعدی من سراغ سناریوهای دیگه هم میرم، سرویس‌های هر سرویسی که به دردتون بخوره برای اینکه از بیرون به شبکه داخلیتون وصل شید و بهتون معرفی میکنم. حتما پلی لیستشو توی توضیحات واسهتون گذاشتم، میتونید از اول ویدیوها رو ببینید. مرشد کاویانی هم کانال چاره کامتره. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم، مرسی، فعلا خدا نگهدار.